برای این آموزش اول از همه یه دونه کامپوزیشن جدید با ابعاد 1920 در 1080 باز میکنم، فریم ریت 30 و دیوریشن 10 ثانیه. بعد از اون یه دونه سالید میسازم، کلید ترکیبی کنترل وای، ریمیک کامپ سایز کلیک میکنم تا مطمئن بشم ابعاد اون با ابعاد کامپوزیشنم دقیقا یکی باشه. یه رنگ تیره براش انتخاب میکنم به عنوان بک‌گراند و اوکی میکنم. بعد از بک‌گراند ابزار تایپ تول رو با استفاده از کنترل تی انتخاب میکنم و روی صفحه تکس مورد نظر خودم رو تایپ میکنم. از قسمت الاین اونو دقیقا میارم وسط صفحه و مطمئن میشم که تکس من فیل خاموش و فقط استروک داشته باشه. حالا روی لایه تکس هم کلیک میکنم، کلیک راست، از منوی کرییت روی کرییت شیپس فرام تکست کلیک میکنم تا از اون یه دونه شیپ افتر افکت برای من بسازه. حالا زیر مجموعه اون رو باز میکنم، از قسمت کانتنت و قسمت پس رو پیدا میکنم. این قسمتی که میخوام از هم جدا بشه، مثلا این قسمت رو بین این دوتا پوینت، کلید شیفت رو نگه میدارم و یه بار کلیک، دوباره کلیک میکنم تا همین قسمت برام انتخاب بشه. راست کلیک میکنم، از منوی ماسک اند شیپ پس تیک کلوز رو بر میدارم تا این قسمت کاملا از هم جدا بشه. این قسمت فیل رو دیگه نیاز ندارم، میتونم دیلیت بکنم. قسمت استروک تنظیماتش رو تغییر میدم، اندازه اون رو به 2 تغییر میدم و لاین کپ رو روی راند کپ و جوین کپ لاین جوین رو روی راند جوین قرار میدم. حالا نزدیکتر میام، کلید شیفت رو نگه میدارم و روی یکی از پوینت ها که نیاز دارم کلیک میکنم. حالا ابزار پن رو با استفاده از کلید میانبر جی انتخاب میکنم و یه دونه خط تا انتهای صفحه سمت چپ برای خودم رسم میکنم. برای اینکه خط صاف داشته باشم کلید شیفت رو پایین نگه داشتم. میام روی نقطه بعدی و انتخابش میکنم با ابزار موف تول، دوباره ابزار پن تول رو انتخاب میکنم، یه دونه خط به سمت پایین نزدیکتر میام، کلید کنترل رو پایین نگه میدارم و این دستگیره رو دقیقا روی نقطه خودش قرار میدم تا خط من صاف بشه. دوباره سمت راست صفحه میام، کلید شیفت رو پایین نگه میدارم و یه دونه نقطه هم خارج صفحه میذارم. این نقطه قبلی هم ابزار موف تول رو دوباره انتخاب میکنم، پوینت خودم رو انتخاب میکنم و با نگه داشتن کلید کنترل دستگیره اون رو هم روی نقطه صفر قرار میدم تا دو تا خط صاف داشته باشم. حالا برای که خطای من هم تراز بشه میتونم این دو تا نقطه سمت چپم رو با کلید شیفت هر دو تا نقطه رو انتخاب بکنم و حالا یه مقدار میارمش پایین تا دو تا خط هم تراز بشه. پس اینجا متن من و اون لایه من الان آماده شده. حالا دوباره این مسیر رو انتخاب میکنم، یکم نزدیک میام، ابزار پن رو برمیدارم و اینجا چند تا نقطه روی مسیر خودم اضافه میکنم. برای اینکه این دستگیرها حذف بشه کلید آلت رو پایین نگه میدارم و روی نقطه کلیک میکنم، دستگیرها حذف شد. حالا چند تا نقطه بعدی رو هم روی خطم قرار میدم، تعداد نقطه ها به میزان دلخواه و میزان اون شکلی که میخوام استفاده بکنم. ابزار موف تول رو انتخاب میکنم، نقطه ها رو به ترتیب اون شکلی که دوست دارم باشه تغییر میدم. خط سمت راستی هم همین کار رو تکرار میکنم، دوباره ابزار پن رو بر میدارم و چند تا نقطه اینجا روی مسیر خودم اضافه میکنم. این تعداد نقطه ها و فاصله هاش دیگه میتونه به دلخواه خودتون باشه. نقطه اول رو با استفاده از موف تول پایین میارم، نقطه بعدی رو بالا،
و نقطه بعدی رو باز پایین. فاصله ها هم اگر دوست داشتین تغییر کنه میتونین نقطه ها رو انتخاب کنین و یه مقداری جابجاشون بکنین که اندازه هاشون نزدیک به هم و شبیه به هم بشه. خب حالا این مسیر کلی آماده شده و کاری که باید بکنم، دوباره روی کانتنت روی این عدد 3 کلیک میکنم، از این مثلث کوچیک گزینه تریم پس رو بهش اضافه میکنم روی نقطه 0، روی استارت و اند کلیک میکنم، اند رو به 0 تغییر میدم، به ثانیه 1 میام، هر دوتا رو تا عدد 100 زیاد میکنم، کل کیفرما رو انتخاب میکنم، کلید F9 تا به حالت ایزی ایز در بیاد. دوتا نقطه یا کیفرم مربوط به اند رو 2-3 فریم جا به جا میکنم و به سمت جلو میبرم. حالا انیمیت من به این شکل در میاد. برای اینکه از سمت راست شروع شده، از آخر به اول، و حالا میخوام برعکس بشه، این قسمت روی این گزینه کناری ریورس پث کلیک میکنم تا مسیر از سمت چپ شروع بشه به این شکل. کلید U رو میزنم تا فقط کیفرما به هم نمایش داده بشه، انتهای کیفرما، کلید Alt و براکت بسته یا حرف چ فارسی رو فشار میدم تا اینجا برش بخوره. همینطور که لایم انتخاب هست، کنترل شیفت و سی رو روی کیبورد میزنم تا تبدیل به یه دونه کامپوزیشن بشه. دوبار کلیک میکنم، وارد کامپوزیشن میشم، کلید N رو فشار میدم تا این قسمت ورک ایریای من محدود بشه، روش راست کلیک میکنم و تریم کامپ تو ورک ایریا رو انتخاب میکنم. به کامپوزیشن اصلی برمیگردم. حالا این کامپوزیشن من به اندازه خودش هست، زمانش کوتاه شده، انتخابش میکنم، کلید های کنترل آلت و تی رو فشار میدم روی کیبورد تا تایم ریمپ فعال بشه. حالا که تایم ریمپ فعال شد، انیمیت من یه بار اینجاست و دیگه ادامه نداره. برای که تکرار بشه، روی استاپ واچ تایم ریمپ آلت رو نگه میدارم و کلیک میکنم تا قسمت اکسپرشن باز بشه، یه اکسپرشن به اون اضافه میکنم، اکسپرشن لوپ آوت، لوپ آوت رو انتخاب میکنم. حالا این انیمیت هر بار تکرار میشه. برای اینکه یه مقدار آفست بندازم بینش، یعنی از همینجا بلافاصله شروع نشه یه مقدار تأخیر داشته باشم، کی فریم دوم رو انتخاب میکنم، کنترل سی، چند فریم جلوتر مجددا کنترل وی. حالا انیمیت من یه بار اینجا پلی میشه، تأخیر و دوباره پلی میشه تا انتها. حالا که این آماده شد، انتخابش میکنم از قسمت Effects and Preset، روی افکت Deep Glow انتخاب میکنم و روی کامپوزیشن خودم اعمالش میکنم. افکت Deep Glow به صورت پیش‌فرض توی After Effects وجود نداره. شما میتونید اگر دوست داشتین از گلو ساده که توی خود After Effects هست استفاده بکنین، ولی چون افکت Deep Glow تنظیمات فوق‌العاده‌ای میده و افکتش بهترین حالت نمایش داده میشه، توصیه میکنم که حتما دانلود بکنین، نصب بکنین. یه پلاگین مال مجموعه ویدیو کوپایلت هست که فوق‌العاده است، این مجموعه میتونین ازش استفاده بکنین. توی تنظیمات این افکت یه قسمت رادیوس رو دارین که میتونین فضای این نوردهی رو انتخاب بکنین. حالا من میذارم رو همون 500 یا نهایتاً 600 باشه و یکم اکسپوژر که شدت نوردهی رو برای من مشخص میکنه. اینم رو همون یکی که وجود داشته اجازه میدم باقی بمونه. از قسمت استایل تینت رو باز میکنم، اینیبل میکنم و حالا میتونیم هر رنگی که دوست داشتیم به این لایه خودمون اینجا بهش بدیم. حالا مثلا برای
لایه اول یه رنگ تقریبا صورتی یا قرمز کم رنگ اینجا بهش میدم و یکی از تنظیمات خیلی خوبی که این پلاگین به من میده قسمت کروماتیک هست. اون اگه اینیبل بکنم یه تغییرات اینجا میبینید، یه آفست اینجا میندازه، یه افکت کروماتیک فوق العاده است که بر اساس دو تا چنل میاد کار میکنه. چنل ها رو میتونید انتخاب کنید، رد اند بلو، رد اند گرین و گرین اند بلو، که این بستگی به رنگ تینت شما داره که هر کدوم از اینها چجوری عمل بکنه. حالا برای بعضیش میتونین استفاده بکنیم، برای بعضی هم اگر نیاز نیست تیکش رو برمیداریم خاموش میکنه. تنظیمات اولیه من که انجام شد این کامپوزیشن رو انتخاب میکنم و ازش داپلیکیت میگیرم. پس کلید کنترل دی رو فشار میدم روی کلید روی کیبورد و برای اینکه یه مقدار آفست به اون داده باشم چند فریم اون رو جلو میارم و فقط تلاش میکنم که فاصله شون به نحوی بشه که در انتها به همدیگه متصل باشن. حالا از قسمت تینت میتونم رنگش رو به رنگ مورد نظر خودم تغییر بدم. مثلا دومی میخوام توی محدوده بنفش باشه. قسمت کروماتیک اونو تغییرش میدم یا حتی اگر خواسته باشم میتونم تیکش رو بردارم کلا. دوباره ازش داپلیکیت میگیرم، یه مقدار جلوتر بیام تا انیمیتمو ببینم کامل، دوباره چند فریم جلو میام تا جایی که اینها به هم متصل باشن، دوباره تینت رو انتخاب میکنم و رنگش رو به رنگی که نیاز دارم تغییر میدم. همین کار رو تکرار میکنم و رنگ اون رو هر بار میتونم به رنگ دیگه ای تغییر بدم. یه چند فریم اون رو جلو میارم، عذرخواهی میکنم اینجا من افکت دیپ گلو رو فقط داپلیکیت کردم، بعد روی کامپوزیشن حتما کلیک بکنم و اینجا کنترل دی رو فشار بدم که برای من کامپوزیشن رو داپلیکیت بگیره. دوباره چند فریم اون رو جابجا میکنم، رنگش هم این بار یه مقدار میارم پایین تر به این صورت. حالا اگر پلی بکنم انیمیت من به این صورت میشه. یه نکته ای رو همینجا بگم، برای اینکه زمانی که دارین کار میکنین فقط برای که نیاز هست سریع‌تر این پریویو رو ببینین، دو تا کار میشه انجام داد. یکی از این قسمت روی فست پریویوز میتونین کلیک بکنین و اون رو مثلا به جای فاینال کوالیتی بذارین روی ادابتیو یا فست درافت که مقدار سریع‌تر به شما نشون بده، و دو از قسمت رزولوشن اونو به جای فول مثلا میگم روی اوتو قرار بدین که اون رو بر اساس اون افکت ها و اون لایه هایی که دارین و سنگینی کامپوزیشن خودش اتومات روی کیفیت قرار بده. خب اینجوری برای من خیلی سریعتر نمایش داده میشه، من فقط میخوام نتیجه کارم رو ببینم اینجا. حالا کاری که اینجا میخوام بکنم اینه که این افکت این لایه تکس خودم که عدد 3 رو نوشته بودم دوباره انتخاب میکنم، راست کلیک از منوی کرییت مجددن کرییت شیپ فرام تکست رو انتخاب میکنم، دوباره یه دونه لایه شیپ برای من ساخت. این بار بازش میکنم زیر مجموعه اون، قسمت فیل رو دوباره پاک میکنم، ریل 3 کلیک کردم، از قسمت اد این بار آفست پس رو انتخاب میکنم. آفست پس برای من یه مقدار پسم رو یا مسیرم رو آفست میده و جابجا میکنه. توی قسمت استروک تنظیمات اون رو سایز استروک رو روی 2 قرار میدم،
و همچنان قسمت لاین کپ و لاین جوین رو روی راند قرار میدم. تنظیمات آفست هم عددش رو کم و زیاد میکنم تا به این صورت اینجا در بیاد. من میخوام یه مقدار بیاد داخل. اولی رو مثلا روی منفی 10 میذارم. از این قسمت هم میتونیم لایه رو انتخاب بکنم، کنترل دی میزنم تا ازش داپلیکیت بگیره. قسمت کانتنت رو دوباره باز میکنم، افکت آفست رو این بار روی منفی 20 قرار میدم تا دوتا آفست برای من بگیره. حالا روی این دوتا لایه تکس خودم مجددا افکت دیپ گلو رو اعمال میکنم. تنظیماتش هم مجددا تینت رو براش فعال میکنم. برای اولی رنگ اون رو یه رنگ تقریبا پرپل یا بنفش و برای دومی این افکت رو کنترل سی میزنم، کپی میکنم و همین جور به همین صورت روی لایه دوم کنترل وی میزنم. برای دومی هم رنگش رو میتونم تغییر بدم، مثلا روی آبی قرار میدم، آبی فیروزه‌ای. اوکی میکنم، به نمای اصلی برمیگردم و همونطور که میبینین الان انیمیت من به این صورت در اومد و این تکرارش خیلی میتونه جذاب تر باشه. پس یاد گرفتیم با استفاده از تریم پس و افکت دیپ گلو یه دونه انیمیت خیلی جذاب برای اینترو یا حالا برای لوگو انیمیشن های خودمون بسازیم و میتونه اون رو به صورت 3D در بیاریم، براش دوربین قرار بدیم و هر تنظیم دیگه‌ای که مورد نظر خودمون هست. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.